یک شنبه 50 آذر 96، 26 نوامبر 2017 میلادی، در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که در استانهای کردستان و کرمانشاه وزارت اطلاعات دست به دستگیری فعالین مدنی و خبرنگارانی که به زلزله زدگان کمک کردند یا اخبار اونها رو منتشر میکنند زدند. ارژنگ زرگوش خبرنگار هفته نامه‌ای در استان کردستان به دلیل ویدئویی که از زلزله زدگان تهیه کرده بوده 2 آذر ماه دستگیر شده در یکی از روستاهای گیلان غرب و تا کنون خبری از او نیست. در سردشت 3 فعال مدنی به نام‌های ادریس محمودی، رحمان مدنی و جوانرو قادری دستگیر شدند و یکی از ائمه جمعه روستاهای این منطقه، روستای شیوه ابراهیم به نام سلام گلنواز، هم دستگیر شده به دلیل انتقاد از نحوه کمک رسانی دولت به و حکومت به زلزله زده ها. اتهام همه اینها رو تبلیغ علیه نظام عنوان کردند یا ارتباط با گروه های کرد. در کرمانشاه قاسم برزگرزاده هم به دلیل انتشار یک ویدئوی انتقادی در یکی از روستاهای بازداشت شده و در یکی از روستاهای بوکان هم مجید حسینانی بازداشت شده. قبلا هم خبر بازداشت شهرام فرهادی رو در سنندج داده بودیم که از فعالین مدنی و محیط زیست بوده. به این ترتیب دیده میشه که حکومت به طور اعم و دولت آقای روحانی هم به طور اخص ظاهرا ظرفیت تحمل انتقاد ندارند و با اطلاع رسانی، با برچسب تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی دستگیری فعالین رو در دستور قرار داد. اما تامپسون، هنرپیشه برنده جایزه اسکار و فیلم نام نویس، امروز در تجمع مادران و خانواده های محله همستد لندن شرکت کرد که تجمع کنندگان و هم محلی های خانوم نازنین زاغری خواستار آزادی او شدند از دولت انگلیس و نازنین هم از زندان روی تلفن از شرکت کنندگان تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که شاید تا کریسمس به خانه برگرده و در کنار خانواده، شوهر و کودکش باشه. چندین نماینده هم از وزیر اطلاعات خواستند که به مجلس بره، سوال طرح کردند که چرا علیه پرستو فروهر، دختر شهدای آزادی داریوش و پروانه فروهر، وزارت اطلاعات اعلام جرم کرده، شکایت کرده به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام و مصادیقی که واقعا مسخره است. به هر حال پرستو فروهر شنبه به دادسرا رفت و اتهامات وارده رو رد کرد. موضوع دوم این که 100 کارگر خدمات شهری شهرداری ایران شهر 3 ماه حقوق نگرفتند و با آمدن شهردار جدید، شهردار جدید هم گفته که شهردار قدیمی این کارو کرده و ما پول و توانایی برای پرداخت دستمزد این 100 کارگر که از مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستند رو نداریم. با تغییر مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیرعامل جدید دفتر تهران این مجموعه را از اول آذر ماه تعطیل کرده بدون هیچ توضیحی، بدون در نظر گرفتن زمینه بیش از 10 سال کار 120 پرسنل این دفتر و همه را یک جا بیکار کرد. امروز جلوی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت داشت، مال باختگان کاسبیان تجمع اعتراضی داشتند. به گفته آقای سیف تا کنون 3600 میلیارد تومان
از به مال باختگان پرداخت شده بابت سپرده گذاریشون، در حالی که برآورد میشه بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان پول مردم دست این مؤسسه که خودش متشکل از چندین تعاونی اعتبار هست هستش. و آقای سیف گفته که سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان رو هنوز پولشون رو ندادن. دیروز شنبه رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ هم جلوی دفتر این شرکت در خیابان گاندی تهران تجمع اعتراضی داشتن به دلیل کاهش تعرفه مسافر در این از طرف این شرکت و خواستار رسیدگی بودن. موضوع سوم این که در تلویزیون شبکه یک جمهوری اسلامی سردار حسین سلامی قائم مقام فرمانده کل سپاه مصاحبه کرده دیشب و عملا اروپا رو به موشک تهدید کرده. او گفته اگر اروپایی ها وارد حریم بحث در مورد برنامه موشکی بشن، ما محدودیت برد 2000 کیلومتر رو بر می داریم و به سراغ موشک هایی میریم که اروپا در تیررس ما قرار میگیره. آقای سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه هم امروز یک شنبه در جمع بسیجیان عنوان کرده که هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در کشورهای دیگر هم هسته های کوچک مقاومت شکل گرفته. به این ترتیب کاملا صحه گذاشته آقای عزیز جعفری بر دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه با تشکیل گروه‌های مسلح، تجهیز کردن اونها، پول و اسلحه به اونها رسوندن و عملاً به زبان دیگه پشتیبانی و مداخله تروریستی در منطقه رو صحه گذاشته. ضمناً ایشون گفته در آینده تأثیرگذاری اونها رو میبینیم. باید گفت که همین الان هم ملت ایران تأثیرگذاری این سازمان‌های تروریستی رو به شکل فشار و تحریم و انزوای ایران دارن میبینن. یک پهپاد امریکایی هم در یمن به اتومبیلی حمله کرده که 7 عضو القاعده اعلام شده در اون بودن. البته رسما امریکایی ها نگفتن کی در اون بوده. پاره گمانه‌زنی هاست که تعدادی از افراد سپاه هم در این اتومبیل بودند و امریکا به اونها حمله کرده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلفنی با آقای روحانی خواستار مشارکت ایران در روند بازسازی سوریه شده. جالبه که برای بازسازی و خرج کردن پول ایران رو میخوان، اما اخیراً محدودیت گذاشتند برای صادرات کالای ایرانی به سوریه. ظاهراً دوشیدن ملت ایران و هزینه کردن پول مردم ایران توسط رهبران نادانی که به جای سفره مردم و رسیدگی به معیشت مردم میلیاردها پول رو در منطقه خرج میکنند رو دندونش رو همه شمردند، حتی آقای بشار اسد. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم دیروز مجدداً تأکید کرد به عدم دخالت حزب الله در منطقه، که در واقع حزب الله بازوی ایرانه. و آقای ولید جنبلات که از سیاستمداران کهنه‌کار لبنان و رهبر دو روزی های لبنان هم عنوان کرده که سعودی بهتر است با ایران صحبت کنه و مشکلشون در یمن رو این دو کشور حل کنن، یمن به سمت انتخابات و تشکیل یک دولت ائتلافی بره، تا با این حل مشکل لبنان هم روی آرامش ببینه. واحد مرکزی خبر سیمای جمهوری اسلامی هم ویدئویی رو پخش کرده که یک کودک سرباز 13 ساله مازندرانی رو نشون میده که در بوکمال در سوریه در جنگ شرکت کرده، موضوعی که 100% مخالف کنوانسیون های بین المللی مثل اساسنامه روم هست که کودک سرباز رو ممنوع کرده. در سوریه قبلا هم یک کودک 14 ساله ایرانی به جبهه اعزام شده و کشته شده.
موضوع چهارم این که در پاکستان حزب تحریک لیگ که تحریک لبه که از اسلامگرایان تندرو هستند تحسن کردند، راه‌های اسلام آباد رو بستند و دولت و پلیس حریفشون نشدند. تا الان 6 کشته و 10 مجروح به جا گذاشته و دولت خواستار دخالت ارتش شده. اعتراض این حزب به وزیر قانون کابینه است که گفتن به اسلام توهین کرده و باید استعفا بده. در روسیه هم قانون محدودیت رسانه‌های خارجی تحت عنوان کارگزاران خارجی، رسانه‌هایی که دفتر رسانه‌های بین‌المللی هستند یا وابسته به رسانه‌های خارجی هستند، توسط مجلس تصویب شده بود و آقای پوتین اون رو امضا کرد و رسما ابلاغ شد. به این ترتیب یک گام دیگه برای بستن فضای روسیه و آزادی بیان برداشته شد. اما موضوع آخر این که جناب آقای خامنه‌ای امروز دو استفتا ازش دفترش منتشر کرد. یکیشون راحت کردن و فرمودن که اصلا دوچرخ سواری زنان که در ملأ عام باشه و جلب نظر نامحرم رو بکنه یا مفسده داشته باشه جایز نیست، یعنی اینکه خلاصه دخترها نباید توی خیابون و کوچه و مسیرهای عمومی دوچرخه سواری بکنن، و ضمناً در فضای مجازی هم ارتباط گرفتن، گفته اگر صیغه بخونن محرم میشن و قبوله، ولی جایز نیست که با هم ارتباط داشته باشند اگر مفسده باشه. ایشون فعلا دنبال صیغه های اینترنتی هستند. که سر سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.